عرض سلام و احترام خدمت شما شاگردان عزیز مکتب هادی به آموزش درس کیمیا از مکتب هادی خوش آمدید امروز میخواهیم درس سوم از فصل هفتم کیمیای سنف فرشم رو با شما عزیزان کار کنیم. موضوع این فصل در رابطه با تیزاب ها و القلی ها بود. امروز ما و شما میخواهیم در رابطه با تیزاب ها و القلی ها بیشتر یاد بگیریم. نمبر ارتباطی برنامه دو سفیر نو سد و است. از این طریق توانید در فضای مجازی با ما ارتباط بگیرید. و ما اهداف درسی امروز ما و شما چی می باشد؟ امروز ما و شما شاگردان عزیز در رابطه با خواص فیزیکی انقلی ها یاد خواهیم گرفت و همچنان معرف های ها و انقلی ها را با هم کار خواهیم نمود و در آخر بحث امروز هم اهمیت تضاب ها و انقلی ها را با هم کار خواهیم نمود با شروع درس امروز با ما همراه باشید فیزیکی ها چی میتوند باشد؟ اولین خواص فیزیکی الغلی ها زایقه تلخ گونه آن میباشد. همانطور که در رابطه با تیزاب ها ما گفتیم زایقه ترش دارد، در رابطه با الغلی ها هم زایقه تلخ دارد. همچنان از ویژگی های یا خواص فیزیکی دیگر الغلی ها لشم و لزج بودن مرکبات الغلی هستند. در مرکباتی از جمله مایع ظرفشویی خمیر دندان همچنان صابون ها و مایع هایی که در کالاشویی یا لباسشویی در ماشین های لباسشویی استفاده می شود هم نمونه از انقلی ها می باشد که شما لشم بودن و لزج بودن آن را به طور واضح احساس می کنید سومین ویژگی بسیار مهمی از خواص فیزیکی که الغلی ها داره شاگردان خاصیت تخریش کننده آنها می باشد. همانطور که در درس تیزاب ها ما گفتیم که تیزاب ها بعضی از مرکبات تیزابی دارای خاصیت تخریش کننده است و در محیط لبراتوار ها باید با احتیاط با آنها سرکار داشته باشیم و استفاده بکنیم در رابطه با الغلی ها هم همین قسم است بعضی از مرکبات القلی دارای خاصیت تخریش کننده است و در محیط های لابراتواری باید با احتیاط با آنها سرکار داشته باشید و استفاده کنید و نکات ایمنی را رعایت کنید. از جمله مرکبات مهمی القلی که دارای خاصیت تخریش کننده دارد را با هم بر روی تخت سیاه نوشته میکنیم. خب از جمله مهمترین القلی ها که دارای خاصیت تخریش کننده است و از قوی ترین ها هم به حساب می آید و در محیط های لبراتواری هم از آن بسیار استفاده می شوند عبارتا از سودیم هایدروکساید که فرمول مولکولی آن NaOH است مرکب دیگر آن ها پوتاشیم هایدروکساید است که فرمول مولکولی آن K O H است دیگه مرکبات باریم اکساید باریم هایدروکساید که فرمول مولکولی آن B A O H دو مرتبه است خب از جمله الغلیه های مهم و قویی که در محیط لبراتوار ها ما شما استفاده میکنیم عبارتاً از سودیم هایدروکساید NaOH ای پتاسیم هایدروکساید KOH باریم هایدروکساید BaOH ای دو مرتبه و همچنین کلسیم هایدروکساید که فرمول مولکولی آن CaOH ای دو مرتبه است این چهار تا مرکب القلی مهم خاصیت تخریش کننده دارد یعنی در استفاده آنها در محیط های لبراتواری باید بسیار احتیاط کنید و نکات ایمنی رایت رعایت کنید و از وسایل استفاده کنید یا از پوشش های استفاده کنید که خاصیت تخریش کننده آنها کمتر شود و به شما آسیب نرسد. از جمله خواص فیزیکی دیگر القلی است که در محیط های لبرتوالی اگر کاغذ لیتموس را بداخل داخل یک محلولی که القلی باشد قوتور کنید باعث می شود که رنگ کاغذ لیتموس به رنگ آبی تغییر پیدا کند. شما در درس تیزاب ها یاد گرفتید که اگر کاغذ لیتموس را به داخل یک محلولی که خاصیت تزابی داشته باشد قوتور کنید مانند لیمو که یک مرکب است که دارای خاصیتی تزابی است. اگر کاغذ لیتموس را بر روی یک لیمو قرار دهید باعث می شود که رنگ آن سرخ شود اما در محیط های القلی اگر کاغذ لیتموس رو به داخل یک محلولی که خاصیت القلی داشته باشد قوتور کنید باعث می شود که رنگ آن رنگی آبی شود و به رنگ آبی تغییر پیدا می و اما محلول های آبی القلی دارای چه خاصیتی می باشد محلول های تیزابی را ما شما یاد گرفتیم که وقتی یک محلول تیزابی را در محیط لبراتوار ها به جریان برق وصل کنید باعث می شود که جریان برق را از خود عبور دهد محلول های القلی هم دقیقا دارای همین خاصیت می باشد که جریان برق را از خود عبور می دهد محلول های القلی مانند NaOH که از معروف ترین محلول های القلی است که در محیط لبراتوار ها ما شما استفاده میکنیم اگر یک بیکری داشته باشین به این صورت که NaOH به داخل آن باشد و NaOH محلول سودیم هیدروکسید را به یک برق اتصال وصل کنید باعث می شود که به آیون های مربوطه که NA مثبت و OH منفی می باشد پارچه شود و چون به آیون ها پارچه می شود مرکب مورد نظر باعث می شود که جریان برق را از خود عبور دهد اگر در مسیر بیکری که دارای محلول سدیم هایدروکساید است یک گروه قرار گرفته باشد و جریان برق وصل شود باعث می شود که گروه در مسیر این دستگاه روشن شود و جریان برق از آن عبور کند خب تا به اینجا با خواص فیزیکی القلی ها ما شما شاگردان عزیز آشنا شدیم از ویژگی های اصلی یک مرکب القلی شما آشنا شدید و یاد گرفتید در ادامه می خواهیم در رابطه با معرف ها با هم کار کنیم که معرف ها چی است ما در محیط لبراتواری از ماده هایی بنام معرف استفاده می کنیم معرف تیزاب ها و القلی ها به ماده گفته می شود که وقتی چند قطره از آن به داخل یک محلول تیزابی یا القلی علاوه شود یا که معرف مورد نظر به داخل محلول تیزابی یا القلی قوتور شود باعث می شود که رنگ آن تغییر پیدا کند شما در تصویر زیر هم یک نمونه معرف رو مشاهده می کنید که نام آن کاغذ لیتموس است کاغذ لیتموس نمونه معروفی از معرف هاست که در محیط های لبراتوری ما و شما برای تشخیص محلول تیزابی آرقلی استفاده میکنیم که معرف مورد نظر را یا به داخل محلول قطور میکنیم یا اگر به معرف ما به صورت مایع باشد چند قطر از معرف را به داخل محلول تیزابی آرقلی علاوه میکنیم و تغییر رنگ هایی که ظاهر می شود برای ما مشخص می کند که مرکب مورد نظر تیزابی است یا که القلی معرف ها بر اساس منبع تولیدشان به دو دسته منقسم می شود معرف های مصنوعی و معرف های طبیعی همونطور که از نامشان پیدا است معرف های مصنوعی به معرف های گفته می شود که در لبراتوار ها به صورت مصنوعی و با انجام یک سری تعاملات کیمیاوی تولید و ساخته می شود. اما معرف های طبیعی قسمی نیست معرف های طبیعی همونطور که از نامش پیدا است بر منشه آنها طبیعی است و به طور طبیعی از نواتات به دست می آید. در ادامه با انواع معرف ها آشنا خواهیم شد. در تصویر زیر پنج نو از معرف ها را به شاگردان برای شما آورده شده است که این معرف ها از جمله مهمترین معرف هاست که در لبراتور ها ما شما استفاده میکنیم. یک تا از این معرف ها کاغذی لیتموس است که در جلسه پیش با آن آشنا شدید و با هم کار کردیم که کاغذ لیتموس چی قسمی است. شکل کاغذ لیتموس به صورت نوارهای باریک است که در ادامه شکل آن را شما مشاهده خواهد نمود. همچنان کرم سرخ، برگ چای سیاه، میتایل اورنج، فینول فتالین از جمله معروف ترین معرف هاست که ما شما استفاده می کنیم برای شناسایی تیزاب ها و القلی ها. از بین معرف های زیر لیتموس کاغذ لتموس یک معرف طبیعی است. همچنان کرم سرخ، برگ چای سیاه هم از جمله معرف های طبیعی است. اما میتایل اورنج و فینول فتالین از جمله معرف های مصنوعی هستن شما در این شکل چند تا تصاویر رو مشاهده می کنید که شکل معرف هایی که پیشتر برایتان گفته شد را آورده شده است که اگر در محیط لورتواری با شکل ها مواجه شدین تشخیص بدین که چگونه معرف هستن کاغذ لیتموس رو تصویرش شما مشاهده میکنید که به صورت نوارهای باریک است به رنگ آبی و سرخ یافت می شود که از این نوارها در محیط های و الغلی برای تشخیص محلول تزابی و الغلی ما شما استفاده میکنیم همچنان اصاره برگ چای سیاه هم میتونه یک نوع معرف باشد برای تشخیص محلول ها در محیط های یا معرف میتال اورنج که به صورت مایع در محیط لابراتواری استفاده می شود یا محلول فینول فتالین و دیگه معرف دیگه محلول یا معرف کرم سرخ است که از اصاره کرم سرخ را گرفته می شود و از آن به عنوان معرف در محیط های و القلی در لبراتوار ها استفاده می شود. معرفی بعدی که کرم سرخ هست در محیط های لبرتواری استفاده می شود شاید ها اصاره کرم سرخ گرفته می شود و از آن به عنوان معرف در محیط های لبرتواری استفاده می شود پس بنابراین شما تصاویر و شکل های انواع معرف ها را دیدید و مشاهده کردید و اما قبل از اینکه اهمیت تیزاب ها و القلی ها را در زندگی روزمره ما شما یاد بگیریم که دارایی چه کاربرد هایی می باشد در رابطه با انواع معرف ها که پیشتر با شما کار شد بر روی تخت سیاه با هم تشریح می و یاد میگیریم که چگونه معرف ها در محیط های تیزابی و القلی تغییر رنگ را میدهد خب شما با انواع معرف ها آشنا شده در محیط تزابی و انقلی اما سینم معرف است و شاگردها که بسیار مهم و معروف است که در محیط آزمایشگاهی ما شما از آن استفاده میکنیم از جمله معروف ترین یا مهم ترین معرف ها یک تاش معرف کاغذ لیتموس است که شما با آن آشنا شدید که در محیط های لبرتواری هم باز با هم انجام خواهیم داد یک فعالیت عملی که کاغذ لیتموس چه قسمی در محیط تیزابی و تغییر رنگ میدهد پس اولین معرف بسیار مهم کاغذ لیتموس است دومین معرف بسیار مهم که ما شما استفاده میکنیم معرف مایه میتایل اورنج است و سومین معرف که بسیار مهم است و به صورت مایع یافت میشه در محیط لبراتواری محلول مایه فینول فتالین است خب هر کدام از اینها شاگرد ها در محیط های لبراتواری در تزا محلول های تیزابی ورقانی رنگ, ها رنگ های متفاوت رو از خود نشان میدهد که با هم کار میکنیم کاغذ لتموس اگر در یک محیط تیزابی قطور شود رنگ آن سرخ رنگ میشود پس در محیط تیزابی رنگ آن سرخ می شود. اما اگر در محیطی القلی ور شود در یک محیطی باعث می شود که رنگ آن آبی رنگ شود پس کاغذ لیتبوس در محیط تیزابی سرخ رنگ میشه و در محیط القلی چه رنگی میشه؟ آبی رنگ آن و رنگ آبی تغییر پیدا میکنه. دومین معرف که میتال اورنج است. میتال اورنج در محیط تیزابی و القلی رنگ آن چه قسمی میشوند؟ در محیط تیزابی رنگ آن سرخ میشه در محیط القلی رنگ زرد میشه محلول اگر بر یک محیط القلی چند قطره میتال اورنج را به آن علاوه کنید رنگ محلول میشود زرد رنگ و ما تشخیص میدیم که مرکب مورد نظر یا محلول مورد نظر یک محلول الغلی است. سومین معرف که مهم است فینول فتالین هست. فینول فتالین در محیط های تزابی و الغلی چه میشه؟ در محیط تیزابی محلول رنگ است یعنی اگر شما در یک محلول تضاوی چند قطره معرف فی فتالین را علاوه کنید محلول کاملا برنگ می شود اگر محیط القلی باشد و چند قطره فینول فیتالین بر آن علاوه شود باعث میشه که رنگ محلول سرخ شود خب با این ترتیب شما انواع رنگ ها را در محیط های تیزابی و القلی با استفاده از معرف های لیتموس میتایل اورنج و فینول فیتالین مشاهده کردید که باز در محیط های ما به صورت عملی به شما نشان خواهیم داد چه قسمی معرف ها باعث می شود که در محیط های القلی و تزاوی رنگ های آبی، سرخ، زرد یا حتی حالت به را برای شما نشان می دهیم. تا به اینجا با خواص فیزیکی القلی ها و همچنان انواع معرف ها آشنا شدید و یاد گرفتید که معرف ها در مورد های تیزابی و الغلی چه رنگ... رنگی رو از خود نشان می دهد. در ادامه می خواهیم اهمیت تیزاب ها و الغلی ها را در زندگی روزمرگی ما و شما با هم کار کنیم و یاد بگیریم. اما اهمیت تیزاب ها و الغلی ها در زندگی روزمرگی ما و شما. از جمله مهمترین کاربردهای های ها تزاب آسکاربیک اسید است که در ویتامین C یافت می شود که در میوجاتی از جمله مالتا لیمو یافت می شود که استفاده آنها که ما شما اگر استفاده بکنیم برای برای مقاوم شدن بدن ما شما در مقابل سرماخوردگی بسیار مفید است همچنان هایدروژن کلورایت تیزاب HCL در بدن ما شما در معده برای هضمیت غذاها مورد استفاده قرار میگیرد که به طور طبیعی در بدن ما شما تولید می شود این مرکب یا ای تیزاب که باعث می شود که هضم غذا راحت تر صورت بگیرد. همچنان از مرکبات تیزابی دیگه که در زندگی یا القلی دیگه که در زندگی ما شما استفاده می شود مرکب یا الق... مرکب القلی سودیم هایدروکساید است که در صنعت کاغذ سازی از آن استفاده می شود همچنان در محیط های هم که با عنوان یک محلل استفاده می شود تیزاب سرکه که در سرکه یافت می شود که در انواع سالادها ها ما شما از آن استفاده می کنیم به یک زائقه خوبی رو هم دارد یا تعذاب کاربونیک اسید که در انواع نوشیدنی ها از جمله نوشابه ها یافت می شود و باعث می شود که یک ذائقه خاصی را به نوشابه ها بدهد شما با انواع تیزاب ها و القلی ها در اطراف و ما خود در زندگی روزمرگی سر و دارید و استفاده می کنید. امروز که شما ما و شما با هم یک جای یاد گرفتیم که تیزاب ها و القلی ها دارای چه خاصیت ها و چه کاربرد هایی است. شما میتونید که در ما خود جستجو کنید و مشاهده کنید و انواع تیزاب ها و القلی ها را شناسایی کنید. و در نمبری که در ابتدای درس برایتان گفته شد برای ما روان کنید. خب درس امروز ما تمام شد شاگردان عزیز امیدوار هستم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید و در خانه های خود تیزاب ها و قلی ها رو خوب کار کنید شما رو به خداوند بزرگ می سپارم خدایا رو نگهدارتان